سلام مردم خبری های عزیز، خوش اومدید به بخش خبرهای اقتصادی ساعت 12. خبر اولمون درباره کشف 59 دستگاه استخراج ارز دیجیتال از یک شرکت فرش هست. اونطور که فرمانده انتظامی استان مرکزی اعلام کرده، 59 دستگاه ارز دیجیتال از یک شرکت فرش در شهر دلیجان به ارزش 2 میلیارد ریال 200 میلیون تومان کشف شده که دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال بوده. خبر بعدی درباره صحبت‌های آقای عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هست که گفته از مرحله خطر رد شدیم اما فشار تحریم ها همچنان ادامه داره. ایشون گفته که 71% ارز صادراتی وجود داشته در این مدت و بیش از 20 میلیارد دلار ارز صادراتی برگشته و بیش از 25 میلیارد یورو هم در فاصله اواخر فروردین تا پایان اردیبهشت برگشته که چیزی حدود 71% ارز صادراتی میشه. آقای همتی گفته که آمریکا در هدف خودش که نابودی پول ملی و حذف اقتصاد ایران از چرخه اقتصاد بین الملل بوده ناکام بوده. ایشون گفته که ما تحریم ها رو دور نمیزنیم ولی میدونیم که چگونه در دوران تحریم ها به تجارت بپردازیم. آقای همتی گفته که نباید فکر کنیم که هیچ خطری وجود نداره و همه چیز تموم شده و دوران مثلا آرامش نسبی، فشار تحریم ها همچنان ادامه داره و باید با توجه به این قضیه جلو بریم و کارهای خودمون رو ادامه بدیم. جذب پرستار خارجی در کشور تکذیب شده. معاون پرستاری وزارت بهداشت خبرهایی رو که درباره جذب پرستاران از اتباع بیگانه در فضای مجازی منتشر شد رو تکذیب کرده و گفته متاسفانه عده‌ای در داخل کشور و از خود کسانی که در قضایای پرستاری و مسائل پزشکی کشور متاسفانه نقش دارند، همونها به خاطر منافع خودشون و به خاطر یک سری از اهداف خاص خودشون این اخبار کذب رو انتشار میدن که به این وسیله تکذیب شده. آقای دژپسند، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و امور دارایی گفته که ادغام بانک‌های نظامی بر اساس جدول زمانبندی در حال انجامه. آقای دژپسند گفته که ادغام بانک‌های نظامی با بانک سپه بر اساس جدول زمانبندی شده داره صورت میگیره. ایشون گفته که کسانی که ارز گرفتن و تحویل خزانه ندادند، اینها رو بایستی که بانک مرکزی اسامیشون رو اعلام بکنه و از طرفی این کار با کمک یک اتاق بازرگانی بایستی که انجام بگیره. خبر بعدیمون درباره بورس که شاخص کل بورس تهران سطح 300 هزار واحدی رو از دست داد. فشار بیش از حد و قالب هیجانی بر عرضه در بورس تهران موجب شد که 1500 واحد سقوط بکنه و شاخص کل به 299 هزار واحد برسه. همچنین شاخص هموزن بورس تهران هم 1300 واحد از دست داده و اون هم سقوط زیادی رو در کانال خودش داشته. و خبر آخر که همین دقایق پیش به دستمون رسید و خیلی جالب توجه بود، گوشت‌های لاکچری و ماساژ دیده 1 میلیون تومان کیلویی 1 میلیون تومان. خبری که دقایق پیش باشگاه خبرنگاران منتشر کرده، گوشت‌های لاکچری و معروف به گوشت ویل، گوشتی که تغذیه گوسالش از فقط از شیر هست و
خود دام هم فقط از گوشت های ماس، در واقع از دام اون از گوشت ماساژ داده شده که بافت لطیفی داره تشکیل میشه، در برخی از مغازه های شمال شهر تهران کیلوی 1,000,000 تومان به فروش میرسه. روز و روزگارتون خوش، با تلویزیون اینترنتی مردم خبر همراه بمانید.